سلام در خصوص ضربات مستقیم مثل جیتو، یته، بوسایا و یا متو یه لفظی که میخوام داشتم توجه بفرمایید جهت افزایش قدرت این قانون فقط در خصوص ضربات مستقیم زده بهترین حالت رسیدن دست به جسم به کیسه یا به جسمی که میخواهیم بشکنیمش یا فرقیدی که تواجب داره انجام میده زاویه 135 درجه زاویه 135 درجه یعنی زاویه بازو و زاویه ساحل ما 135 درجه باشه و غیر از این باشه این تکنیک خطا هستش یعنی از نظر ضربه مستقیم ایراد داره شما وقتی دستتون 135 درجه تو هوا حرکت کنه سرعت لازم کسب میکنه وقتی 45 درجه توی جسم حرکت میکنه قدرت لازم میشه در واقع قدرت کامل میشه اون قدرت سرعت رو تکمیل میکنه حالا شما فرض کنید کمتر از این باشه یعنی بخواید از این زاویه بزنید باز میبینید پرتاب و انفجار نداره شاید قدرت داشته باشه یا برعکس بخواهیم بیشترش رو تو هوا باز کنیم مثلا چند درجه فوتارش رو تو جسم باز بکنیم باز اون فشار فوت کردن هم بردن پس به این نتیجه میرسیم که بهترین زاویه زاویه 135 درجه هست برای فشار آوردن به جسم که فرضاً تو مرتون میخواهیم بذاریم اینجا این زاویه تا باز شدن کاملش هم سرعت داره هم فشار داره این توی ضربه کیتا هم صدق میکنه یعنی شما زاویه رون پا و ساب پا وقتی که میرسه باید 135 درجه باشه اگر تو این زاویه برسه به سرعت لازمی که میخواسته رسیده با حالا به اون سرعت رسیده یه فشار افقی هم پشتش احتیاج داره که تو این زاویه میرسه 45 درجه هم توی جسم باز میشه جمعاً زاویه رون و ساب پا میشه 180 درجه این اگر غیر از این باشه پرتابش کمه یعنی فرضاً توی یه همچین زاویه برسه دیگه پرتابی نمیتونه داشته باشه شاید سرعت داشته باشه حالا اگر غیر از این هم باشه مثلا توی این زاویه هم برسه اینجا دیگه سرعت نداره اینجا فقط هول داره ما هم فشار به صورت هول دادن رو نیاز داریم هم ضربه که بهتر این زاویهش همون زاویه 135 درجه است توی یکه هم باز به همین صورت زاویه رون پا و ساق اینجا باید تو این لحظه 135 درجه باشه و 45 درجه هم توی جسم باز باشه که اون انفجار لازم رو داشته باشه توی مصاری هم اگر یه جایی تو مبارزه اجرا بشه باز تو مبارزه یه نکته دیگه هست در خصوص اون فشار 45 درجه آخر که تو کلیپ قبلی خدمت رو عرض کردم اینجا به 135 درجه میرسه 45 درجه هم باید تو جسم باز بشه بعضی دوستان میگن لحظه که پامو میرسه وقتی حریف سفت میکنه گاردشو میبنده دیگه ما پرتاب میشیم نمیتونیم پامون رو باز کنیم دو تا سه تا تمرین هستش در این خصوص بدن رو اراده شما توی زاویه 135 درجه زانو و ساق پا بدنتون رو خم میکنید از اینجا یعنی این دقیقا زاویه که پا میخواد آی شرم تشبیر دارد پا این زاویه 135 از همین جا اگر با اون قدر از تکبار اگر در نیست رو جفت باشن توی همین زاویه شروع میکنی تمرین پرش رو انجام دادن ببینید باز زاویه 135 درجه از اینجا میریم برای پرش دو مرتبه
این برای چی هست؟ این برای این هستش که توی زاویه 135 درجه که پایین رسید توان اینو داشته باشید که یه ذره پا باز بشه، نه که پاتون گیر. این یکی از تمریناش هست. یکی دیگه از تمریناش تمرینی هستش که شما میتونید یه پلکان استفاده بکنید، از یه پلکان برای این کار که تو زاویه 135 درجه پاتون رو پله قرار بدید، از اونجا پاتون رو باز کنید. حالا میتونید از چند تا میتر که رو هم دیگه قرار بدید استفاده کنید یا هر چیز دیگه که وقتی که پاتون رسید به اینجا قدرت لازم برای باز شدن رو هم داشته باشید. اینم باز یه نکته دیگه. Thank you.